افتخاری بر من امشب پرویز شما باشم و سلام بگم. از من خواهش کرده بودن که این آقایی که جینیوس اسمش رو گذاشتن که واقعا هم همینطور هست تشریف بیارن اینجا نیست که باید بهشون جایزه بدیم. دیگر جشنواره هم که تشریف بیارن همه در کنار شما بایستید. من از ایشون دعوت کنم که بیان در مهرداد جان اگر که بخونید خانم لیلا آپیک، مهرداد سید با آقای آرش محمدی، خاطره شیبانی، نینو شفیع تشریف بیارید. آرش جان همه خانوما تشریف بیارن. خانوما تشریف بفرمایید. خانوما خانوما آقایان، پرویز سیاد. خیلی ممنون. این کتاب رو میخوام براتون بخونم. آقا چقدر از ما تعریف کردن. خیلی سپاسگزارم. خانم ها مری آپیک و خانم مینو شفیع که خودی هستن و حق مطلب، حق دوستی و سالها همکاری رو خب به جا آوردن، ازشون خیلی ممنون هستم. ولی اون خانم های آکادمیسیان، خانم شیروانی، خانم مهناز سعید وفا خیلی تعریف کردن، حرف هایی زدن که معمولا ما ایرانی ها عادت داریم بعد از کسی که از دار دنیا رفت. ولی خب امشب من شانس آوردم که تا حال موندم و در حضور خودم این صحبت ها انجام شد.
خیلی سپاسگزارم از شما. و اما در مورد این جایزه، خیلی وقت بود جایزه نگرفتم. نه در واقعیت عرض میکنم، حتی من یادم نمیاد که از یک نهاد فرهنگی ایرانی تا به حال جایزه گرفته باشم. چه قبل از انقلاب 57، چه بعد از انقلاب 57. خیلی برای من تازگی داره، اصلا باور کردنش برام واقعا دشواره. افتخار تیرگان. آدمیزاد همچنانی که همه واقفیم به صورت یک فرد به دنیا میاد، حتی اگر دو قلو هم باشه یا چند قلو هم باشه، هر کدوم از قلوها به خودی خود یک فرد هم، یک شخص هست. اما متاسفانه تا جایی که تجربیات من قد میده، ما ایرانی ها به فردیت آنچنانی که باید اهمیت ندادیم تا کنیم. لاغل این احساس و تشخیص منه. صبر بکنیم تو یکی از دار دنیا بره و تازه متوجه بشیم اه چه کسی رو از دست دادی با اون وقت شروع بکنیم به قدردانی. ولی خب من شانس آوردم، هم طوری گفتم یه خود مقاومت کردم. گفتم که عادت ندارم به اینجور جوایز و اینجور تعریف و تمجید ها، برای اینکه در ایران وقتی من کار تلویزیون میکردم گفتم که فردیت رو به رسمیت شناخته نشده بود در زبان ما، اونطور که من تجربه کردم. برای اینکه کارهایی که من در تلویزیون ارائه میدادم، با اینکه کارمند تلویزیون نبودم، روشنفکران دوره ما من دولتی تلقی میکردن. بعضی هاشون حتی میگفتن درباریه، ساواکیه. ولی از اونجایی که در خود تلویزیون کارهایی که ارائه میدادم مجلس کسی رو نمیگفتم، تملق و چاپلوسی در بود در کارهای من، مقامات تلویزیون فکر کردم من توده ایم. به همین دلیل میگم فردیت، استقلال فردی به رسمیت شناخته نمیشد. ما باید جزء یک دسته یا گروهی میرفتیم تا قبولمون کنن. در خارج از ایران هم البته دوره که من در ایران کار میکردم در یک محدوده 15 ساله بود همه اون کارهایی که ارائه شد. ولی همین وضعیت در خارج کشورم ادامه یافت. 44 ساله که من دارم همون کارهایی که در ایران انجام میدادم در زمینه ادبیات نمایشی در صحنه، در تئاتر و تلویزیون انجام دادم، ولی هم باز در به همون پاشنه سابق چرخید. این کتاب رو ملاحظه می‌کنید، اسمش از ادبیات، ادبیات فارسی در تبعید. لازم نیست شما 552 صفحه این کتاب رو بخونید، فقط به این فهرست اسامی آخر کتاب که مراجعه بکنید می‌بینید که اصلا نه نامی نه نشانی از شخص بنده نیست. البته مهم نیست که اسم من نیست در این کتاب، عوضش نام اشخاص دیگه هست، صدها نویسنده، شاعر و هنرمند دیگه ازشون نام برده. در سال 1998 این در تگزاس در شهر آستین چاپ شده. ولی مهم اینه که در این کتاب نمایش نام نویسی، فیلم نام نویسی، نقد اجتماعی، نقد هنری جز ادبیات به حساب نمیاد. نمیدونم به نظر این نویسنده کاره من همش جز بیادبیات بوده. ولی خب آخه ما با بیادبی هم، بیادبی مطلق هم، مثل کارهایی که از آثاری که از عبید زاکانی به جا مونده، بازم بخشی از ادبیات این صفا، بالاخره اونم ادبیاته، ولی اینکه بی ادبی باشه. میخوام بگم وضع ما چجوری بود در ایران و در خارج از ایران. اگر جزء یک دسته یا گروه مشخصی در نمیومدیم، یعنی همونطور باز دوباره تاکید میکنم، فقدان ارزش فردی
و استقلال فردی. اگر تو جو گروهی نباشی قبولت نمیکنن. این وضعیت ما، این نقطه ضعف‌های ما در چارچوب زمانی بود که ما کار میکردیم در ایران و حتی در خارج از ایران. همه اینا رو گفتم که بهتون بگم که امشب چه شبی است برای من. بله اینا رو گفتم که برسم به همین نقطه که دیگه این عقده کمجای زمینی یه جوری تشفی پیدا کرده به یمن اقدامات نهاد فرهنگی تیرگان. خیلی ازشون سپاسگزارم. بالاخره به من طعم جایزه ای رو که تا بار نچشیده بودم به من چشاندن. سپاسگزارم. به هر حال من باید اعتراف کنم که این نهاد فرهنگی قبلا هم خیلی به من حال دادن، خیلی از من دعوت کردن، ولی به خاطر اون سابقه ای که با انجمنهای ادبی در خارج کشور داشتم یه جوری تفره می‌رفتم تا بالاخره تسلیم شدم. چون در خارج کشور وقتی من نمایشام می‌بردم در مراکز ایران نشین به صحنه می‌بردم، بسیار پیش آمد که شخصی که ماها زحمت کشیده بود و آگهی های نمایش من رو پخش کرده بود در شهر خودشون و بالاخره اون شب رو برگزار کرده بود، من که میکشید کنار و میگفتش که آقای سیاد اگر سالن آنچنانی که باید پر نشده به خاطر اینکه یک انجمن فرهنگی ما داریم در این شهر که امشب یک جشن مفصلی برگزار کرده و همین کسانی که قبلا بلیط رزرو کرده بودن مجبور شدن به خاطر شرکت در اون مهمانی بلیطشون رو پس بدن، کنسل کنن. من به همین دلیل من میانه واقعا نداشتم حقیقت بهتون بگم. اعتراف کنم که با وقتی که سفر میکردم همیشه اون مصرع معروف که میگه ما رو به لطف تو امید نیست، به خیر تو امید نیست، شر مرسان. همیشه نگران این بودم که انجمن فرهنگی این شهر درست همین شهر که من نمایش دادم یک مهمانی بزرگ برگزار نکرده باشه. البته نگفته نماند این که گفتم، خب یک قاعده بود ولی استثناءاتی هم وجود داشت. من جمله همین نهاد تیرگان واقعا قبلا هم خیلی به من حال داد و واقعا ازشون متشکرم. من میتونم بگم شما یکی از در میان انجمنهای فرهنگی و نهادهای فرهنگی یک استثناء هستید. بنا به تجربیت من بقیه رو کار ندارم. شاید خیلی از من خوش‌شانس‌تر بودم. ولی اینم بگم که درسته که من اعتراف کردم که عقده کم جایزه بینی یا گرفتن جایزه داشتم، ولی این معنیش این نیستش که من از هموطنان ایرانی خودم کم جایزه گرفتم. یه جورایی میتونم بگم که جایزه باران شدم از طرف مردم. فرصتی هست که من چند تا نمونهشو بگم. اون 10-12 سال اول بعد از انقلاب یه شرایط از نظر امنیتی برای من پیش آمده بود که معمولا به تلفن‌های ناشناس به خصوص وقتی از ایران تماس می‌گرفتم جواب نمی‌دادم. این توصیه پلیس و FBI هم همین بود که به تلفن‌هایی که نمی‌شناسی چیز نکن. و بالاخره یه شب همسر من که الان اینجا حضور داره و طی سال‌ها همطور که اشاره شد من تحمل کرده، خیلی از استفاده می‌کنم، تلفن کرد، پای تلفن من رو صدا زد، گفت که با این جوان حرف بزن. یه جوانی از اصفهان چند بار تا به حال زنگ زده، بیا باش حرف بزن. بالاخره طوری که خانم من گفت نمیتونستم دیگه مقاومت کنم، رفتم گوشی رو برشن گفتم الو. یک جوانی با هیجان بسیار زیادی اون طرف خط شروع کرد به صحبت کردن. آقای سیاد خودتون هستین؟ من از اصفهان زنگ میزنم، من یه سوال از شما دارم، میتونم ازتون بپرسم؟ گفتم شما ببخشید تلفن منزل من از کجا گرفتید شما؟
گفت حالا پیدا کردم دیگه از همون صفحش خودتون پیدا کردم. حالا یه سوال من ازتون دارم مدت هاست بخواهد میخوام این ازتون بپرسم. یک صحنه هست در فیلم صمد به مدرسه میرود که آدم های سنبالا توی کلاس اکابر نشستن و یکی از اونها که سیبیل سفیدی داره یه مجله خارجی رو ورق میزنه و یک زن بی‌حجابی رو تماشا میکنه که لباس شنا به تنشه و خانم معلم بهش میگه که آقا چیکار میکنی؟ چی داری نگاه میکنی؟ اون یکی از شاگردا مجله رو دستش میخوپه و میگه نگاه کنید خانم معلم این داره به عکس سکسی نگاه میکنه. بعد این شروع میکنن همه همشاگردی ها شروع میکنن به مسخره کردن و خندیدن بهش. حتی صمد هم اونو دست میدازه مسخرش میکنه. اینجا پیرمرد سرش رو میدازه پایین خجالت زده میشه. دوربین آرام بهش نزدیک میشه و یک موسیقی غم‌انگیزی پخش میشه. چرا؟ گفتم چرا چی؟ و آخه توی فیلم کمدی موسیقی غم‌انگیز تا حالا من ندیدم. گفتم شما چند سالته؟ گفت 15 سال. گفتم خودت چی فکر می‌کنی؟ گفت من فکر می‌کنم شما دلت برای اون پیرمرده سوخته. گفتم دقیقاً درست فهمیدم. من خواستم یه جوری با اون پیرمرد همدردی کرده باشم. کاملاً درست فهمیدم. گفت خیلی ممنون از جوابی که من دادید. گوشیلی که گذاشت واقعا یک حسی در من ایجاد شد که توصیفش برای مشکله. درست مثل چی میگن یه تیر آدم به تاریکی میندازه و سالها بعد میخوره به یک هدف خیالی تصنعی، یا مثل گلف بازی که با همون اولین ضربه‌ای که میزنه به توپ گلف این توپ میره و میره میخوره درست میفته وسط اون حفره که باید بیفته در نهایت. البته چندی پیش این اتفاق افتاد و یک معجزه تلقی شد در تاریخ گلف. نمونه دوم همراه با هادی خرسندی با 3 تا نمایش با ظرف 20 سال در مراکز ایران نشین جهان چرخیدیم. اولین نمایش عنوانش بود 2 ساعت با هادی خرسندی و صمدش که در یک کمدی کلابی در ارسینو هفته ها اجرا می شد. هر شب بعد از اجرا خب ما می اومدیم توی سالن که تماشاگران بتونن عکس بگیرن یا اینکه هادی براشون کتاب امضا کنه و اونایی که علاقمندن به صمد آقا و لباس به خصوص عکس بگیرن بیان عکس بگیرن. یکی از این شبای خانمی در حال که جامجا می شد جلوی دوربین عکاسی زیر گوش من گفت آقای صیاد این نمایش امشب شما شادترین و بهترین 2 ساعت زندگی من بود. برگشتم نگاهش کردم، تونستم به زور یه لبخندی بزنم ولی نمیدونستم چی بگم، نمیتونستم چیزی بگم. خیال میکنم همکاران من ممکن نیست یه همچین شانسی بهشون رجوع کرده باشه یه چنین کمپلیمانی بشنون، یک چنین تعریف و تمجیدی از کارشون بشه. شک دارم همچه اتفاق افتاده بشه، ولی باور کنید این حرف این خانم جوان یا خانم میانسال تمام غم‌های جهان رو ریخت توی تن من. من هنوزم که یادش میفتم غمگین میشم و خودم میگم که زندگی یک خانم میانسال ایرانی باید چقدر خالی از شعف و شادمانی باشه که نمایش ناقابل من بتونه هایلایتش بشه، بتونه بالاترین حد شادی باشه در زندگیش. اتفاق بعدی چند هفته پیش افتاد. رفته بودم به استکهلم برای شرکت در یک تیرگان، جشن تیرگانی که اونجا برگزار میشد. در یک پارک بسیار بزرگی میگفتن بیش از 15,000 ایرانی اونجا شرکت کردم. روی صحنه که زده بودن من در نقش صمد آقا چند تکه اجرا کردم و بعد از اونجا که خیلی مشکل بود با لباس صمد آقا در اون جمع کثیر حضور داشت از یک دوستی خواهش کردم که منو برسونه به هتل.
اومدم هتل حوالی غروب، خیلی گرسنه بودم، اومدم بیرون برم یه ساندویچ بخورم چون بعد از اون یک شنبه بود، همه جا بسته بود و خیلی سوت و کور بود. من یک پیزا فروشی، دکه پیزا فروشی پیدا کردم حوالی هتل که چند تا میز صندلی نیمکت هم بیرون در بود ولی هیچ مشتری نداشت. وقتی وارد شدم دیدم یک جوان خیلی برازنده‌ای، خیلی ورزشکاری داره فارسی حرف میزنه با یه نفر دیگه. سفارش پیتزا دادم و ازش پرسیدم که آبجو هم دارید؟ گفت بله. یه چند تا بطری آبجو گذاشت جلوی من. یکی از بطری‌ها دیدم یه خط ربط غریبه‌ای داره. گفتم این روسیه این آبجو؟ گفت نه، چکه. حالا آبجوی چک در آلمان که مهد آبجو است در جهان خیلی عجیب بود. برای من همون سفارش دادم. وقتی درش باز کرد گرفتم رفتم نشستم روی یکی از نیمکت ها بیرون و مدتی طول کشید تا بالاخره این جوان ورزشکار پیتزا رو آورد گذاشت جلوی من. گفت من شما رو شناختم. همون وقتی که وارد شدی شناختم تو. اینجا چیکار بکنید؟ برنامه دارید اینجا؟ گفتم نه، اومدم در جشن تیرگان امروز شرکت کردم. گفت آره حیف من نتونستم بیام، نتونستم کسی رو پیدا کنم جای خودم بذارم اینجا. خب بفرمایید، مزاحمتون نمیشم. رفت. شروع کردم به خوردن پیتزا. جای شما خالی واقعا خیلی چسبید. پیتزای خیلی خوبی بود. خیلی کیف کردم از پیتزا. وسطای کار دو مرتبه این جوان ورزشکار آمد بیرون. یه بطری آبجوی دیگه آورد. گفت اینو خودم به شما تقدیم میکنم. پیشکش منه. میل کنید. قبل از که بتونم تعارف کنم درشو باز کرد گذاشت روی میز و شروع کرد به گفتن شعر حال خودش. ظرف یک دقیقه توصیفی از زندگی خودش برای من این جوان گفت که تمام مصائب عالم توش فشرده شده بود. یک برادرم در جنگ شهید شد. یه برادرم رو به جرم منافق اعدام کردن. برادر دیگرم هنوز تو زندانه. پدرم دف کرد. من و خواهرم تنها کسی هستیم که تونستیم خودمونو به در ببریم، فرار کنیم. خواهرم هنوز اینجاست، اعصابش داغونه. روی ویلچر نیست، ولی چون آن گفت به این دلیل که توی اتاقش کتابای برتولد برشت و نویسندگان دیگر رو پیدا کردن. 8 ماه افتاد زندان و بعد از که از زندان در اومد دیگه اون شخصی نبود که قبلا بود. حالا هم در خونه، البته روی ویلچر نیست، ولی کمتر از خونه میاد بیرون و به دیدن کسی نمیره چون نمیتونه لرزش دست و پاشو کنترل بکنه. بعد گفت ببخشید من وسط غذا خوردن شما نباید این چیزا رو میگفتم. رفت داخل مغازه. مثل که حس کرده بود دیگه واقعا کوفتم شد بعد. ولی هر جوری بود تا تا پیزا رو خوردم چون مثل که تنها وسیله بود که بتونم بغضم رو فرو بدم. بعد از مدتی نمیدونم واقعا چه خاکی به سرم بریزم. دو مرتبه جوان ورزشکار اومد بیرون که میز رو تمیز بکنه. گفت خوب بود پیزای شما؟ گفتم خیلی عالی بود، واقعا خیلی خوشمزه بود. دست شما درد نکنه. تعارف نمی کنم، من خیلی وقت بود پیزا به این خوبی نخورده بودم. آهسته گفت با عشق درستش کردم. دست های قوی ورزشکارش رو پیشان داد سویدی کنم.
ما گفتیم جایزه نگرفتیم کهنه داریم ولی دیگه اینقدر شرمنده بلیط هایی که همه هموطنان من همه جای دنیا خریدن هر کدومش برای من یک جایزه بوده، یک جایزه با ارزش بوده، چون هرگز کارمند هیچ سازمان دولتی نبودم و همیشه مستخدم مردم خودم بودم. در استخدامش که اعتراف کردم به اینکه عقده کن جایزه بینی دارم واقعا غرقم از جایزه واقعا بی‌نظیری بی‌نیازم همه‌تمام من در تمام این سال رو به من دادن نه تنها زندگی من رو به عنوان بالاخره معیشت منو و خانواده منو تأمین کردن ولی اجازه دادن با مهر و محبتشون من تو این با این سن و سالم هنوز بر سر پا بایستم و هنوزم به فکر این باشم نمایش دیگری رو کوربارش رو بردارم مرهون فرد فرد شما هستم بسیار سپاسگزارم شما رو بخواهم Love you too میتونید تشریف ببرید به استودیو تیتر امشب فیلم چک پوینت آخرین ساخته ی آقای پرویز صیاد ساخته سینماییشون در خارج از ایران در استودیو تیتر نمایش داده میشه اگر دوست داشته باشید میتونید اون رو ببینید ضمناً سپاسگزار از حضورتون تنتون سلامت جانتون شیرین با امید دیدار دوباره Nah, sorry.